بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، با من عبدالرحمن محقق خوش آمدید. امارات اسلامی همواره تلاش کرده تا با کار گرفتن سیاست توازن در برابر کشورهای همسایه و منطقه رابطه خود را با جهان گسترش دهد. برخی کشورها در قسمت برقراری رابطشان با افغانستان نیز تلاش کردند و گفتند برای اینکه در افغانستان همکاری داشته باشند نخست نیاز است تا رابطه خود را گسترش دهند. کشور روسیه نیز یکی از کشورهایی است که بعد از حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان رابطه خود را همواره حفظ کرده و در تلاش گسترش آن است. سفارت روسیه نیز در کابل فعالیت‌های خیش را متوقف نکرده و مسکو نیز سفارت افغانستان در آن کشور را به امارات اسلامی واگذار کرده است. در این برنامه توصیه در رابط کابل و مسکو را زیر بحث قرار می‌دهیم. با مهمانان برنامه آقایان سید قریب الله سادات و محمد شفیق حقپال، آگاهان مسائل سیاسی، که ابتدا بحث را با آقای حقپال آغاز می‌کنیم. جناب حقپال صاحب سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلاة السلام علی رسوله الکریم. اما بعد ما هم سلام خدا به تمام هموطنان خود و شنونده های خود تقدیم می دارم. تشکر. جناب حقپال صاحب، نخستین پرسش را می پرسم این که شما رابط مسکو با کابل را چگونه ارزیابی می کنید؟ سیاست های جهانی را اگر در مجموع بررسی کنیم، فعلا دو سه کشور مطرح دنیا است که روسیه است، آمریکا است و چین است. اینا کشورهای مطرح دنیا هستند. و از یک سو امارات اسلامی افغانستان تا هنوز توسط کشور به رسمیت شناخته نشده. بنام بر ما روابط با هر یک از کشورهایی که زار بر ما باز کنه و روابط بهتر بر ما داشته باشه از نگاه سیاسی بهتر. هرچند ما از نگاه فکری میتونیم با اونا تضادهایی داشته باشیم، از نگاه تاریخی هم تضادهایی داشته باشیم، ولی به هر صورتش ما میتونیم از این فضای با وجود آمده اگه استفاده خوب برای دولت خود کنیم. روسیه قسمی که میدانیم یکی از کشورهای مطرح دنیا است، از نظر اقتصادی هم بهتر است، حتی در اوکراین در جنگ مصروف است، ولی اگر ما راهی داشته باشیم به خاطر که رابط خوب با مسکو داشته باشیم، با روسیه داشته باشیم، برای ما بهتر است. به اینکه روسیه خودش علاقه‌مندی نشان داده، این هم گپ خوب است. شما چند وقت پیش دیدیم که در شورای امنیت روسیه و چین با نحوه رای ممتنی برای افغانستان دادن که خود وانمود میکنه که چین و روسیه فعلا در مقابل بلاک امریکا قرار دارن و ما باید از این فرصت به وجود آمده بر نحوه استفاده کنیم. بله. با در نظر داشتی عقاید، افکار و مسائل خود که ما هیچ وقت افکاری که سبب شوه که وجهه اسلامی ما خدشه دار شوه و یا زیر سوال بیاید هیچ وقتی کار نشه، ولی اگر ما میتونیم به خاطر استفاده بر سیاست های این کشور خود، به خاطر رفاه مردم خود هر کاری کنیم و با هر کشوری اگر ما میتونیم تماس بگیریم با مو شرایطی که کمک های بی‌غرضانه ایشان جذب کنیم و این روابط بدون اغراض غیر باشه دیگه، ما میتونیم از این روابط استفاده کنیم و روسیه یکی از امکانات است که ما باید از استفاده کنیم. با خصوص کشورهای سیامنه که تحت نفوذ روسیه قرار دارن، میتونه چون همسایه های ما هستن و دارای نفت و گاز و برق و امثال هم هستن، راه تجارتی ما تامین میشه. ما اگر با روسیه روابط خوب داشته باشیم، با کشورهای شمالی خود هم حتما روابط خوبتری خواهد داشتیم که در این روزا شاید سفر وزیر خارجه خود به ترکمنستان، وزیر تجارت خود به ترکمنستان و روابط خوب خود با ازبکستان و کشورهای دیگه هستیم که خودش تاثیرگذار امور روابط روسیه با افغانستان است که برای آسیای میانه اجازه داده شده تا با ما رابط بهتر داشته باشند. جناب حقپال صاحب، از دید شما چرا روسیه در مقایسه با امریکا در تلاش گرمسازی رابط خود با افغانستان است؟ شما دیدین زمانی که روسیه بالای افغانستان تجاوز کرده بود، افغانستان به اشغال کرده بود، عملا اشغال کرده بود و تقریبا 9 سال در اینجا حضور داشت، امریکا جانب مقابله گرفت، با مجاهدین کمک کرد و خواست که در آزادی افغانستان در مقابل روسیه استفاده کنه، ولی امریکا بعدا ناجوانمردی کرد. زمانی که مجاهدین کامیاب شدن دست ما رو رها کرد. بنام روسیه میخواد به نظر
نظر ما کمو انتقام خود را از امریکا بگیره و هم گرفت جلو شکستی امریکا در افغانستان به نفع روسیه و کشورهای بلاک شرقی است. بنام روسیه بازم میخواه که رابطه حفظ کنه و بتانه با دشمن قوی خود امریکا و غرب از این طریق منافع را به دست بیاره و یک کشور را بالاخره به در دوستی با خود داشته باشه تا در مقابل امریکا و فشار از کشورهای غربی از او کار بگیره. بله جناب حق‌پال، شما هم در جریان هستین، سفارت روسیه در کابل فعالیت داره و سفارت افغانستان هم در مسکو، آیا این نشانه از آینده روشن سیاسی دو کشور است؟ بدون شکی وابسته میشه به مسئولین امارت اسلامی و کسانی که دکتورین روابط خارجی ما را میسازه که اونا چطور از این حالات پیش آمده استفاده خوب کرده میتونن به نفع افغانستان و ما بتانیم استفاده خود تقویه کنیم و روابط بین المللی خود تامین کنیم و بتانیم که با کشورهای دنیا اینو بفهمانیم که افغانستان را در این شرایط باید درست نپشناسن. این مربوط سیاست های امارت اسلامی افغانستان و مسئولینش میشه که به چی گونه پیش آمد میکنن با کشورهای بزرگ جهان بخصوص روسیه و بلاک شرقی و بلاک کشورهای کنفرانس شانگهای در حضور دارن. بنام من این روابط در حالت فعلی بهتر میبینیم بعد از اینکه امریکا در افغانستان شکست خورده و در افغانستان خارج شده و فعلا هم سیاست های غرب در مقابل امارت اسلامی قرار داره. بنام استفاده کردن از سیاست های روسیه و از امکانات روسیه برای افغانستان خوب است و به نفع افغانستان شمرده میشه و این روابط انشالله رو به بهبود خواهد بود. در صورتی که ما و روسیه کاری نکنیم که حاکمیت ملی دو جانب را تحت مشکل قرار بدیم و یا ای که مداخله در امور هم دیگه داشته باشیم، ببینیم که روسیه با ما چقدر تعامل میکنه، آیا به قدر ثابت تعامل میکنه که در اینجا اهداف طولانی مدت آینده خود داره و در اینجا کارهای تجسسی و کارهای منافع طولانی مدت خود پیش میره، یا ای که بی‌غرضانه با ما همکاری میکنه و حساب همسایگی همکاری میکنه و حساب کمک‌های اقتصادی همکاری میکنه. این دیده شده که ما در شرایط خیلی فکر میکنم که روسیه فعلا محتاج است به افغانستان، فعلا چون درگیر جنگ اوکراین است، از غرب تخت متعلم است و مهر است، حراس داره که نفوذ نکنه ناتو و غرب در ساحات همسایگی روسیه. بنابراین به افغانستان محتاج است و ممکن است که در روابط خود با افغانستان تا اندازه صداقت داشته باشه و اگر همین صداقتش هم دوام کنه انشالله به نفع افغانستان خواهد بود. بله حق‌پال، افغانستان برای روسیه از چه اهمیتی برخوردار است؟ بدون شک حال از نگاه سیاسی من قبلا عرض کردم که روسیه در جنگ قرار داره با غرب و آمریکا، به نام یک دوست در همسایگی خود ضرورت داره. دوم مسائل اقتصادی روسیه چون از نگاه غرب او در جنجال است، صادرات نفت، صادرات غلجات، صادرات ماشینریش و تمام صادرات و واردات به غرب و اروپا صورت میگیره. فعلا جنگ اوکراین سبب شده که بیشترین صادرات روسیه به طرف جنوب شوه، به طرف افغانستان و آسیای جنوبی، هند، پاکستان و کشورهای غیره و ایران میتونه طریق کشورهای آسیای میانه و طریق افغانستان تامین کنه. بنابراین روسیه به افغانستان ضرورت داره در شرایطی که نه تنها روسیه بلکه کشورهای مشترک المنافع و تحت نفوذ روسیه به افغانستان ضرورت داره. به این خاطر روسیه به خاطر ضربه زدن به دشمن دیرینه و تاریخی خود آمریکا میخواهد که به افغانستان روابط بهتر داشته باشه و به افغانستان در شرایط خیلی ضرورت داره. بله حق‌پال، حالا فکر میکنین داشتن رابط خوب با کشور روسیه چقدر تاثیرگذار است در قسمت گسترش رابط افغانستان با جهان؟ روسیه یکی از کشورهای مطرح دنیا است که اعضای شورای امنیت ملل متحد است و فعلا با وسیع جنگ اوکراین و با وسیع مشکلات داخلی روسیه خود را حفظ کرده در سیاست جهانی. بنان روسیه هم برای افغانستان مهم است، ولی تا به حال ما یک قدمی خاصی از طرف روسیه و چین و کشورهای که ادعای دوستی به افغانستان ادعا ندیدیم. باید این کشورها باید قبل امارت اسلامی را به رسمیت میشناختن و یک ویژگی خوبی خود برای افغانستان نشان میدادن در مردم افغانستان که متاسفانه به شمول روسیه هیچ کشور دنیا تا به حال این جرأت نکرده که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسه و این همش دالبری است که جهان فعلا در مقابل مسلمان ها به شکل متحد شده. من میخواهی که کشور مستقل اسلامی در دنیا ظهور کنه که از این سیاست های خاص خود را داشته باشه.
باشم. امارات اسلامی اگر یک سو با امریکا تضاد داره و از سوی دیگه با روسیه که ادعای بی‌تضاد می‌کنه، ولی روسیه با افغانستان به رسمیت نمی‌شناسه، دلیلشم مسائل عقیدهی فکری است که افغانستان می‌خواهد اسلام را در افغانستان پیاده بسازه و دولت مبنای اسلامی تشکیل بده، ولی روسیه با این مسئله که بارها یادآوری کرده چی نمایندهش آقای کابلوف و چی آقای پوتین، همیشان همیره گفته که ما در افغانستان خواهان یک حکومت هستیم که در اون تمام جوانه شرکت داده باشم با مسائل خود زنان و تعلیم زنان اینا را جا تیزار میکنن و از یک سو رابط خواهد تیزار میکنن. به نام من فکر میکنم که باید روسیه از این دراهی برای دوستی کامل با افغانستان پیش کنه و افغانستان برای شرط پیش کنه در جهان ملل متحده شده امنیت مطرح کنه افغانستان و یا ای که دوستی نکنه با افغانستان. این دوستی مزبزب فکر میکنم زیاد بهتر نیست و مسئولین امارات اسلامی باید بیشتر به این مسئله وادار بسازن که گام قاطی را به قسمت روابط با افغانستان روسیه بگذارن. بله جناب حق‌پال صاحب، میخوایم آخرین پرسش از شما بپرسم، این که اگر روسیه افغانستان را به رسمیت بشناسه، آیا به رسمیت شناختن امارات اسلامی از سوی کشورهای جهان هم تاثیر داره یا خیر؟ حتما تاثیر داره. من صراحت کردم که روسیه فعلا یک کشور تنها نیست، بلاک روسیه، بلاک شانگهای، بلاک شرقی با روسیه قرار داره. کشورهای تحت نفوذ روسیه چون آسیای میانه، اکثر کشورها با همصدا هستند، بلاروس با همصدا هست با روسیه، چین حتی همصدا هست با روسیه، کره شمالی همصدا هست با روسیه و که یک تعداد کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین از قبیل کیوبا و گواتیمالا و یک تعداد کشورهای دیگه با روسیه همگام به خاطر هستند که با آمریکا و غرب اندازه تضاد دارند. فامیلی از وقتی روسیه اگر به رسمیت نشناسه، کشورهای دیگه هم به گام روسیه قدم میگذارن و انشاءالله افغانستان را به رسمیت نشناسن. ولی روسیه هم شاید هم ملاحظات خود داشته باشه، هم یک حراس از آمریکا و غرب در این شرایط داشته باشه، چرا نه در افغانستان و نه در فلسطین گام قاطی میگذاره. همیاری دیده میشه که کشور فلسطین از هر سو تحت تهاجم قرار داره و تهاجم هم بسیار صریح و آشکار است، نقض حقوق بشر صریح و آشکار است و ضمن این جنایت که در اونجا صورت میگیره به هیچ کس پوشیده نیست، ولی بازم روسیه در اونجا گام قاطی نمیگذاره و علیه اسرائیل و نظامیهایش اقدام عملی هیچ کشور دنیا متاسفانه تا به حال نکرده که باید بکنن و نگذارن که آمریکا و اسرائیل و غربی ها به جنایت خود در فلسطین ادامه بدن. همین شکل در افغانستان هم میشه که از این سیاست اول کار میگیرن، ولی بعد دولت اسلامی افغانستان در این خدمت پیشگام شوه و بتانه آیستا آیستا اما حقوق مسلمان ها را در جهان از غرب و شرق بگیره. بسیار زیاد تشکر جناب محترم محمد شفیق حق‌پال از این که در برنامه فرصت گذاشتین. شما تشکر و به میمانتان هم سلام و تشکر. و شنوندگان محترم، ادامه بحث رو با محترم سید قریب‌الله سادات بعد از یک وقفه کوتاه ادامه می دهیم. بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. بحث اوشننه. لا مسئول و چارواکو، سیاسی و اقتصادی شنونکو سره پر اړین و موضوعات و خبر اتره. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. څلور دیرش، سی و چهار، څلور دیرش، څلور دیرش خبرونه، برنامه سی و چهار. گفتگو با شنونده ها و مقامات در سی و چهار ولایت افغانستان. دا اوریدونکو او مسئولینو سره خبری اتری در برنامه 34 څلور دیرش خبرونه. په څلور دیرش خبرونه کې بینش و پرسش.
بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. شنوندگان محترم، به ادامه برنامه خوش آمدید. در قسمت برنامه بیشتر بحث میکنیم با محترم سید قریب الله سادات در رابطه بر روابط مسکو با کابل. جناب سادات صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. تشکر، سلام علیکم. سادات صاحب، میخوایم از شما هم بپرسیم که شما روابط مسکو با کابل را چگونه ارزیابی میکنین؟ البته خدمت شما و شنوندگان شما عرض سلام. رابط افغانستان با روسیه قبل از سال 1357 با کودتای کمونیستان حالت خوب بود، یعنی در منطقه یک نوع حسن روابط وجود داشت. روسیه پروژه های کلان افغانستان در دست داشتن، به نام شوروی سابق میخواستن برای گسترش روابط کوشش بیشتر داشتن که با افغانستان روابط نیک و احسن داشته باشند. بعد از سال 1357 که کودتای ننگین افتصاب شد و خلقی ها روسا را فریب دادن که ما مردم افغانستان را در اختیار خود داریم، روابط با تصادم مواجه شد. یعنی روابط شوروی سابق با افغانستان با مشکلات مواجه شد. از این فرصت امریکایی ها و غربی ها که انتظار همچه فرصت را داشت استفاده کردند و جنگ 9 ساله تجاوز شوروی در افغانستان و جنگ 14 ساله علیه طرفدارای شوروی امو کمونستای وقت باعث تیرگی روابط شد. بعد از اینکه مجاهدین پیروز شد، روابط بین روسیه و افغانستان در حالت تعلیق یا حالت قرار گرفت که روسیه به طرفی خود حفظ کرد، چون حکومت مجاهدین فکر میکردن که حکومت طرفدار امریکا و غرب است. اما امریکایی ها با استفاده از اون فرصت به پروژه های دیگه خود رفت و افغانستان در حالت بد رها کرد که بعدا با وجود آمدن تحریک اسلامی طالبا در دوره اول مجاهدین هم وقت ناگذیر شدن که به طرف شمال افغانستان عقب نشینی بکنن و باز هم روابط تازه روسیه و یک تعداد از کسایی را پیدا کردن که روابط درست بکنن. خب طبیعی است که حسن روابط پیدا شد و دوباره روسا علاقمندی پیدا کرد که افغانستان در حالی که باید از روسیه یا شوروی غرامت میخواست، ولی سیاست مدارایی در افغانستان وجود نداشت که این غرامت از روسا یا شوروی بخواهد و بقای شوروی یعنی روسیه بخواهد و این مشکلاتی که بین افغانستان و شوروی سابق پیدا شد و از آدرس شوروی یا روسیه و افغانستان صدمات خسارات زیاد افتاد، باید بر جبران از این روسا تلاش میکردن که نکردن. بعد از تجاوز غرب یا ناتو که آمریکایی ها 20 یا 22 سال قبل بازم در سال 71 یک بهانه ای را پیدا کردن به نام 11 سپتامبر و اونا تجاوز کردن، روسا ایج اساس شدن و خواستن که در مقابل امریکایی ها به یک نوع استادگی بکنند و نگذارن که کشورهای آسیای میانه هم مثل بهار عرب که در خاور میانه بود به تشنج برن. ایج روسا موضوعهای خود محکم کردن یا بستن و روابط بینابین پیدا کرد با افغانستان، نه روابط نیک و نه روابط بد. یعنی اگر از خاک افغانستان امریکایی‌ها بخواهد علیه روسا استفاده بکنه اجازه ندن و این یک حسن روابط باید باشه که با شکل انتقام گیری نشه و نه اجازه را بده که مشکلات بیشتر شود. پس به این خاطر روابط چندان خوب نبود. حال فعلا که جنگ در اوکراین آغاز شده، غرب به یک طرف استاده شده، چینایی ها از روسا مستقیم حمایه میکنه، هندوستان هم رایش تقریبا نزدیک برای روسیه است و ایران به تمام معنا از روسیه حمایت میکند، یک جهت یا یک جبهه علیه غرب شروع شده که در این جبهه بازم روسیه پیشگام و پیشقدم
و پیش قراول است. به این خاطر افغانستان از نگاه موقعیت استراتژیک ایجاب میکنه که پیش هر کسی در منطقه آسیا باشد میتواند اینجا دست بالا داشته باشه. به این خاطر انگلیس ها، امریکایی ها و غربی هم در تلاش است که در افغانستان جای پای داشته باشد و روسا هم نمیگذارن که باز خاک افغانستان در مقابل منافع روسیه قرار بگیره و یا کشورهای اقمار روسیه که کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه است، اینجا امریکایی ها میخواد غیر مستقیم بازم در اوجه نفوذ پیدا بکنه. تشکر. جناب سادات صاحب، بزدید شما افغانستان برای روسیه از چه اهمیتی برخوردار است؟ البته افغانستان تاریخ ثابت کرده که میگه افغانستان قلب آسیا، یعنی قلب آسیا به معنی است که این روسیه افغانستان جمعیت 1,300,000,000 چین با آسیای میانه وصل میکند. این جمعیت از نگاه زمینی، از راه زمینی هندوستان 1,300,000,000 را به اروپا وصل میکنه، یعنی نصف جمعیت دنیا را میتونه به حیث یک پل از افغانستان استفاده کنه، چه از نگاه استراتژیک و چه از نگاه جیوپولیتیک. افغانستان جغرافیاش جغرافیایی است که راه ابریشم دو از قرنها یا هزارها سال قبل استفاده شده، یعنی از تمدن انسانی نمایانگرش یکیش افغانستان است و همین اراضی که از افغانستان از شرق به غرب، از غرب به شرق و از شمال به جنوب کشورها را وصل میکنن و میتونن بهترین استفاده تجارتی بکنن، استفاده سیاسی بکنن، استفاده نظامی بکنن. یعنی هر کسی که علاقمند شده به افغانستان به معنای موقعیت جغرافیایش بوده، چه از اسکندر مقدونی شروع، چنگیز و علاکو شروع، وایت انگلیس و روس و آمریکا، همه به خاطر موقعیت استراتژیک افغانستان آمده. اگر نه تا حال که از افغانستان کسی چیز را برده هم نتونسته به اون معنا که اگر به قصد غنیمت آمده باشه، در افغانستان اون غنیمت وجود نداره. اگر منابع است، اون منابع رای بحری و رای آزاد و رای آرام کار داره. پس به این خاطر معنا و مفهوم استراتژیک بودن و جیوپولیتیک بودن همی است که افغانستان ارزش و جایگاهی داشته که کشورها اکثریت علاقه داشتن که از خاک افغانستان بتانند و جایی که اهداف کلان دارن، مثلا شوروی قبلی رسیدن به آبای گرم و رسیدن امریکایی ها از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه یا معادن و منابع نفتی ترکمنستان و سایر کشورها، این تمامش همین معنا رو دارد که موقعیت استراتژیک افغانستان کشورهای قدرتمند علاقمند ساخته که در اینجا باید داشته باشند و یا جای داشته باشند. جناب سادات صاحب، حالا با توجه بر روابط خوب روسیه با افغانستان، نوع نگاه حکومت امارت اسلامی به این روابط چگونه است؟ خب ببینید، متاسفانه باید بگم روسا هم یک موقف ثابت تو روشن ندارد. دیروز یا پریروز یا دو روز پیش روسا گفتن در خاک افغانستان تهدیدهای وجود دارد و در افغانستان وضعیت خراب است و یعنی ملاحظات وجود داشت که واکنش امارت اسلامی در رابطه با روسیه ای بود که دیگه باید نباید این روابط خراب بسازد، یعنی گفتار و کردارشان روابط ما را خراب میسازد، تیره میسازد. دوباره یک نماینده روسیه میه به کابل میگه که ما میخواییم پولایی که فریز شده از افغانستان و پیش امریکا او پولا آزاد شده، یعنی روابط از اینا هم ثابت نیست و گفتارشان ثابت نیست. گای گای اگر بخواهند که تهدید بکنن و این تهدیداشان به یک نمی میخواهند که از او استفاده سو بکنن. جناب سادات صاحب، در کل شما روابط افغانستان با جهان را در کدام زاویه میبینین؟ در طول 45 سال اگر جنگ بوده، جنگ کفر اسلام بوده، یعنی ما خلاف امو دیدگاه مردم، ما خلاف دموکراتیک و دموکراسی بوده که از طرف غرب یا شرق برای ما تحمیل شده. اما خواست مردم افغانستان اگر در نظر گرفته نمیشه، این مشکل امارت اسلامی است که باید این راه حل برش پیدا بکنه و این بهانه شده برای تصادم روابط دنیا با امارت اسلامی که از این آیه نه تنها امارت اسلامی بیشترین ضرر ملت و مردم افغانستان دیدن که اگر روابط نیک باشد، آزاد باشد، خوب باشد، یعنی دیپلماسی به یک معنا باشد، حسن روابط باشد، مردم افغانستان میتوند که در آسایش زندگی بکند، تعیین تکلیف بکند، اجازه ندهد به کشورهای دیگر که در امورش مداخله بکند. ولی اگر امارت اسلامی با مشکلات فایق نیاید، رسیدگی نکند،
متاسفانه این بهانه است که در دست بیگانه ها داده میشه و اونا از این اصطلاحات و از این واژه ها و از این سوژه ها و از این چیزایی که مثلا بعض شکایت های وجود دارد ای از این را استفاده سو صورت میده. بله جناب سادات، به عنوان آخرین پرسش میخواییم بپرسم که شما هم در جریان هستین، کشور روسیه که از کشورهای قدرتمند است، حالا داشتن روابط با کشور روسیه یه چقدر تاثیرگذار است در قسمت گسترش روابط افغانستان با جهان؟ خب ما اگر با روسیه روابط نیک داشته باشیم، کشور تقریبا نزدیک به همسایه است، یعنی کشورهایی که اقمار روسیه است مثل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان از کردار و گفتار روسیه متاثر هستند، میتونند با ما و نفع ما تمام شود و اگر با روسیه ما تصادم بکنیم ما با مشکلات مواجه میشیم، چرا که مثلا غلجات و نفت و بعضی چیزایی که ما نیاز داریم اکثریت از این کشورهای همسایه شمالی به اصطلاح میاید و این روابط نیک به نفع ماست. اما اگر روابط ما با روسیه در تقابل هم قرار بگیره به ضرر ماست، چرا که ایجا آدرس پیدا میشه برای مخالفین نظام و ایجا بازم جنگ قدرت ها صورت میگیره و جنگ قدرت ها به نفع مردم افغانستان نیست. در تمام معنا باید ما روابط بینابین داشته باشیم، یعنی با شرق، با غرب، با شمال و جنوب، با تمام کشورها روابط خود را بتوانیم جای تعامل باز بکنیم و 45 ساله تصادمات و تقابلی که بین کشورها بوده از او خود نجات بدیم و دیگر نگذاریم که افغانستان میدان جنگ و رقابت ها و کشمکش ها شود. یعنی فشار اگر در اوکراین بالای روسیه بیاد، او فشار بیاره در افغانستان، یا فشار بیاد در اوکراین بالای امریکا بیاد، او فشار بیاره در آدرس افغانستان که روسیه را از این مسیر تهدید بکنه. این تهدید ها و بعض موضوعات به نفع ما نه بلکه به ضرر ماست. بسیار زیاد تشکر جناب محترم سید خیرالله سادات، آگاه مسائل سیاسی، از این که در بحث فرصت گذاشتین. تشکر از شما، سلامت باشید. و شنوندگان محترم، از شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودین که بحث داشتیم با سید خیرالله سادات و محمد شفیق حقبال، آگاهان مسائل سیاسی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.